از این شما نمایش هایی که کارگردانی نویسندگی و کارگردانی کردین، یکیش من به باغ عرفان که اینم راجع به سهراب سپهری ظاهران فکر کنم این میگه من یادم میره انقدر کار کردم یادم میره که مثلا چه کاری رو آره اون راجع به سهراب سپهری بود. یک معرفی خیلی مختصر دستیار اول من هستم تو کار نمایشی، کامپیوتر منم برای که تمام چیزایی که من از یاد میبرم ایشون همه رو در حافظه‌شون ضبط کردن و مثل بلبل جواب تونه میدن. در حدود 20 سال هست که با خانم علیاری، منصوره علیاری دارم کار میکنم و همیشه کنار من بودن و امیدوارم سالهای سال باز هم کنار من باشم. وقتی که هفت شهر عشق تموم شد شما گفتید من میخوام برم تمام شعرای ایرانی و برجسته های ایران رو ببرم روی صحنه، یعنی خواستتون این بود و همین خواهد. حالا بر ما بگین که رستم و سهراب رو چجوری نوشتین؟ چون رستم و سهراب رو در واقع فکر بکنم مادرم برام لالایی خون تو گوشم، برای اینکه مادر من خب خیلی دوست داشت، تعزیه رو دوست داشت، نمیدونم خودش هم اهل قزوین بود و این داستانا رو برای من همیشه زمزمه میکرد، یعنی داستان رستم و سهراب رو بارها زمزمه میکرد، باز فردا شب میگفتم باز بگو، میگفتم من دیشب برات گفتم، ولی انقدر برای من جذاب بود که دارم میخواست مرتب این قصه رو بشنوم. این کار بیشتر واقعا هدیه بود که مادرم به من داد، چون خیلی خوب همه چیزا رو میدید. من فکر میکنم اگر که در قید حیات میبود احتمالا شاید میومد تو همون کارهایی که من دارم انجام میدم. به هر حال من آدمای مختلفی رو دیدم که در شناخت من یا در علاقه من به کارهای به هر حال حماسی و قصه ایران جلب شد. یکیش مادرم بود، یه عده دیگه هم بودن، مثلا آقای حاج لنکرانی اسمش چیه؟ رضا لنکرانی که تعزیه خونه. خب اون وقتی قصه رو برای من با آواز میخون خیلی دریچه های مختلف برای من باز میشد که میشه از این آثار تئاتر های خیلی برجسته رو ساخت. اتفاق من فکر میکنم برخورد آدم ها با همدیگه یه نوع اتفاقه. امروز اتفاق که من و شما جلو هم نشستیم، میشد ننشسته باشیم. زندگی اتفاقه، در واقع اتفاقی است که برای هر کسی در یک زمانی رخ میده و اون اتفاق ممکنه ریشه یک درخت کهن بشه، میشه نشه، ولی برای من اتفاقاتی که در زندگیم رخ داده و آدمایی که شناختم هر کدومشون یه راهی رو برای من باز کردن. و استقبال تو بود؟ استقبال کدوم کار؟ از همین رستم و سهراب. رستم و سهراب استقبالش درجه یک بود. تمدید شد دیگه دوباره. چند بار تمدید شد؟ و بعد بچه های برجسته هم تو این کار اومدن، از جمله مثلا برای طراحی صحنه‌اش خانم اسمش بگو سینایی، دختر آقای سینایی اومد و یک کار واقعا درجه یکی رو به عنوان طراح صحنه انجام داد. هم بر اون جالب بود که خودش رو در معرکه تجربه بذاره،
هم بر من مهم بود که ببینم یه دختر جوونی که سالهاست کنار من داره بالاخره رفت آمد میکنه دارای استعدادی است که باید شکوفاش کرد. من تلاشم رو کردم برای این کار و اونم الان فکر بکنم کجاست؟ مجارستانه. ولی خب رشتش همینه. راجع یوسف و زلیخا بگیم. یوسف و زلیخا سال 80 تالار وحدت که شما میگفتین من میخوام به همه شعرهای ایران دینمو ادا کنم، بعد رفتین سراغ نظام. تالار وحدت تئاتر شهر؟ نه، ما یوسف تئاتر شهر دو تا کار بیشتر اجرا نداشتن خانم صابری. یکی سوگ سیاوش بوده بعد از انقلاب، البته نه من به باغ عرفان، سوی سیاوش و من از کجا عشق از کجا تو تئاتر شهر بوده، ولی بقیه کاراشون تالار وحده. آها، یوسف و زلیخا. خب یکی از موفق ترین کارهای اجرایی من بود. یوسف زلیخا خیلی با تماشاچی ارتباط خیلی یگانه منحصری داشت. همه کارهای به هر حال درجه یک ایران اگر خوب بیاد یه جور صحنه ارتباط برقرار میکنم. یه جادو داره، واقعا جادو داره. رند خلوت نشین دقیقا بعد از سال زمانی که یوسف زلیخا رو کار کردین، سال 8 قبل یوسف زلیخا، سال 80 حافظ رو باز کردین، دست از طلب ندارم تا کام دل برایت، بعد گفتیم باید حافظ کار کنیم. همش اتفاقه. بعد یک مثلا من توی چیز داشتم این را میرفتم بازار وکیل، رسیدم به یه دکه‌ای که شاید مثلا نصف اینجا بود، خیلی کوچیک، صفش پایین بود. به من گفت خانم صابری بفرمایید تو. بودم از کجا بده میشناسه ازم، به من چه کار داره؟ این یکی از نوادگان حافظ بود و بعد توی اتاقش، فکر کنم اتاق قدش هم کدوم مثلا تا اینجا بود، پر کتاب، کتابایی که همش مربوط به حافظ بود. گفتش که صبر کنی من از خودش بپرسم که این کار موفق میشه یا نمیشه. رند خلوت نشین رو بعد از اجرای در تالار وحدت بردیم حافظیه شیراز. بعد باز کرد، گفت خیالتون راحت باشه، جواب داد آری. غزلش رو برای ما نخوند، فقط گفتش که خود حافظ پشتتونه بریم. آره، میگم از این اتفاقات خیلی بر من افتاد. حالا چرا افتاد چرا من نمیتونم. سراغ سوگ سیاوش. سیاوش خب یکی از مظلومای شاهنامه است، کسی که همیشه خانم صابری میگن که خیلی مظلوم واقع شده بود و برای اینکه واقعا برای خود ایران هم خیلی اسطوره است. خانم صابری از بین شاهنامه خیلی اصرار داشتن که حتما سیاوش روی صحنه بره. من یادم میره، ولی بالاخره اونم جزو انتخابی بود که من فکر میکردم باید راجبش فکر کنم و باید بیارمش رو صحنه، که آوردیمش رو صحنه. یونسکو هم بردیم سوگ سیاوش رو تو پاریس و استقبال خیلی ازش زیاد بود. ببینید این اگه نداشته باشم یادم میره تو پاریس خود. بله، سال 83 رفتیم یونسکو، همون سالی که اجرا کردیم توی تئاتر شهر، بعدم رفتیم یونسکو. Thank you.
کلید شمس پرنده رو طبق گفته خودتون دخترشون تو ذهنشون زدن، خانم مریم شیرینلو. یه روزی یه عصری که خیلی پاییز، توی پاییز خیلی دلشون گرفته بوده، سالی که همسرشون از دست داده بودن دکتر شیرینلو رو، و یه بغل گل نرگس که خانم‌صاحبه خیلی دوست دارن برشون کادو میارن، و بعد این عشق عرفانی در خانم صابری جرقه میخوره. همین اتفاقی که یه منطقه جرقه در مغز شما یا در دل شما میزنه و بعد یه اثری ساخته میشه. شمس پرنده یکی از نمایشایی که هنوز توی ایران به رکوردش نرسیدن توی اجرا، تعداد اجرا واقعا 5 بار تا به حال توی ایران به تعداد بالای 50 بار اجرا رفته، توی کشور خارجی مثلا ایتالیا 3 بار اجرا رفته. این اتفاقی که من فکر نمی‌کنم برای هیچ نمایشی هنوز توی ایران رخ داده باشه، این اتفاقی که برای شمس پرنده رخ داده. هنوز ما هر سال 2 سال پشت سر همین نمایش رو توی سعدآباد اجرا گذاشتیم، استقبال عالی بود ازش. بعد رفتیم سراغ لیلی و مجنون. لیلی و مجنون بعدش بود یا قبلش بود؟ قبل از، بعد از شمس بود، ولی بعد از یوسف و زلیخا بود که گفتین میخوام عاشقانه ها رو کامل کنم. بعد از یوسف و زلیخا لیلی و مجنون که هم لیلی بود، لیلی بود هم مجنون بود، واقعا مجنون بود دیگه. بعد از سوگ سیاوش، من از کجای عشق از کجا که کار شد توی تالار وحدت، خانم صابری توی تئاتر شهر، خانم صابری 1 سالی کار نکردن سال 85، چون واقعا شرایط اون موقع خیلی سخت بود برای کار کردن. ولی گفتن اگه بشینیم، ما هنرمندا بشینیم، در واقع هم افسرده میشیم هم دیگه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. شروع کردن به توی اون 1 سال نمایش لیلی مجنون رو نوشتن که بعدم بردن با استقبال مرکز روبرو شد، مسئولین مرکز هنرهای نمایشی استقبال کردن و بعد اجرا شد. ولی برای اجراش خیلی سختی کشیدیم واقعا، این بازبینیایی که میشد خیلی اذیت شد، ولی اجرا رفت، خدا شد کامل هم اجرا رفت و با استقبال عالی مردم هم روبرو شد. اسفندیار تئاتر شهر اجرا رفتیم سال 90 و بعدم 3 تا اجرا توی تاجیکستان داشت. به خدا اگه نبود من همه رو یادم رفته بود. تاجیکستان بله. ما تو جشنواره سال 90 جشنواره فجر 2 تا اجرای رستم و اسفندیار رو رفتیم. خانم صابری شاهنامه رو یه جوری اگر مثلا می‌خواستن ادامه بدن فکر کنم تمام داستانه شاهنامه رو می‌بردن روی صحنه. اسفندیار رو هم یکی از کسی بود که خیلی میگن مظلوم واقع شد و خیلی در واقع خب ما تو رستم برامون اسطوره است دیگه، میگیم خب رستم رو چون خودمون دوست داریم همه جوری دوست داریم رستم پیروز شد. خب اگر واقعا سیمرغ نبود اسفندیار شکست نمیخورد از رستم. خانم صابری چون خیلی دوست داشتن اسفندیار رو، این رو نوشته بودن، چند سالی ازش گذشت بعد اجرا بردن، بلافاصله اجرا نبردن، سال 90 تونستن اجرا بردن. چیز میخواد دیگه تا پخته بشه، فوری نمیشه این چیزی آور رو صحنه. مثل بچه هم که تو شکمه مادری نطفهش گذاشته میشه، یه 9 ماه اقلا وقت بخواد تا این
تبدیل بشه به یه آدمک، کسی که در به هر حال رشد فکری من برای اسطوره های ایران خیلی اثرگذار بود مادرم بود که میگفت و تمام قصه ها رو با دقت میگفت و وقتی اون قصه ها رو بر من تعریف میکرد من همه رو میدیدم. همیشه یه نفر به آدم یک روزنه های رو نشون میده که احتمالا مادر من کارش نمایش نبود ولی اینا رو انقدر در خودش دیده بود و وقتی نقل میکرد من همه رو میدیدم. بله سال 88 بود توی تالار وحدت که یکی از حماسی ترین نمایش های خانم صابری بود از کار شاهنامه. موسیقیش خیلی حماسی ساخته شد که خیلی مردم آقای ابراهیم اثباتی چون خیلی اصلا حرکت و متن خیلی حماسی نوشته شده بود همه رو وادار میکرد که حماسی کار بکنند جور دیگه ای نشه و اون هم خیلی مردم استقبال کردن شبها وقتی میومدن کارو می دیدن. اصولا تمام کارهایی که من راجع به فرهنگ ایران، شاهنامه و شعرهای برجسته ایران انجام دادم خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت که اول فکر نمی کردم تا مردم به شعر اونقدر نباید توجه داشته باشن ولی اشتباه می کردم. مردم خیلی با شعر ارتباط خیلی عاشقانه دارن. باران هم برگزیده بود از شاهنامه ولی از سهراب توش داشت که خیلی هم قشنگ بود شعرهای زیبای سهراب توش داشت و جمع‌بندی از کارهای خان صابری بودند از سهراب توش داشت از مولانا از حافظ از فردوسی تمام شعرهای اینها توش برگرفته شد و همه اون متن اصلا از اول تا آخر شعر اصلا من فکر میکنم تمام شعرهای ما از قدیم تا امروز همه اینا به هم پیوستن و یه ارتباط ناگزیر دارن که روحیه ما بعد اشعار ما رو به هم دیگه متصل میکنن. یعنی وقتی من سهراب رو میخونم روح شاعران پسند ایران رو درش میبینم. ایرانیان خیلی به شعر علاقه دارن و باهاش در تماسن. یعنی چیزی نیستش که مثلا شما برای فرانسوی شعر بخونین میگه خب حالا بعدش چی، ولی ایرانی با شعر یک جوری ارتباط ناگزیر داره، واقعا داره. اجرای کوروش، راجع به کوروش هم بگیم. اون معماست. کوروش رو الان مدتی است بر راجبش دارم فکر میکنم. یعنی یکی از آثاری است که من حتما دلم میخواد بیارم و
میارمش برای اینکه الان چیاشو دادم همین چیز، یعنی زمان تمرین و اجرا رو به ما دادن در تالار وحدت کوروش. بله از هفته فروردین اجرا میره انشالله. هیچ وقت آدم نباید از طرف کسانی که قرار کار رو بگن بررسی کنن خود آدم تصمیم بگیره، میخونن بعد میبینن که خب این مسئله ای نداره، چرا آدم ازش بترسه، چرا دنبالش رو نگیره. معمولا کارهای من اینجوری چیز میشه، با سانسور مواجه میشه. کار سیاسی هم من نمی کنم که میکنم. یعنی با سانسور مواجه نمیشه؟ نه اصلا نمیشه. نمایشنامه بابا نشاط مثل که زارا میخوان اجرا کنن نشد. راستشو بگیم مجوز نمیدن به بابا نشاط چون در مورد ملا نصرالدینه. نمیدونم مجوزشو میدن یا نمیدن، فعلا اقبالش باز نشده، حالا ببینیم چی میشه. نه اتفاقا یه قصه ایست که من فکر میکنم که به همه مردم ایران مربوطه. ملا نصرالدین کسی نیستش که آدم از کنارش بتونه درکه. خیلی هم خارجی ها بخوان این کار انجام بده، خیلی به من هم پیشنهاد کردم که براشون این قصه میخواد در ابعاد خیلی گسترده‌ای در جهان پخش بشه. حالا میگن خب یه کاری هم مصدق دارن راجع به مصدق بگیم. اینجا سنا کتابش فکر کنم مصدق در آینه تاریخ. مصدق هم یه شخصیتی بود که تو خانواده ما راجبش خیلی حرف میزدن، حرف میزدن برای من بدون اینکه اصلا شناخت خیلی کافی داشته باشم از مصدق، این برای من یه اسطوره شده بود و منم طبیعتا برام جذاب بود بدونم این آدم کیه و چی کار کرده و رفتم سراغش و کتابشو نوشتم. در اومد دیگه؟ بله بله چاپ شد. کی در اومد؟ حدود 5-6 سال پیش، هم نشر قطره در اومد. خب هنوز برنامه اجرا نداریم برای مصدق؟ نه هنوز. یکم این نمایش خیام دل شیدایی راجبه این بگیم. نمایش خیام رو یه حدود 10 جلسه تمرین کردیم، تداخل کرد با اجرای شمس پرنده در کاخ سعدآباد، رها شد. ولی به دنبال تکمیل کردن متن هستن خانم صابری برای دل شیدایی خیام.